آقا شما یادتون نمیاد یه 10-15 سال پیش موضوع صادرات انقلاب خیلی داغ شده بود و سران نظام همگی دست به دست هم داده بودن که انقلاب اسلامی رو به کشورهای دیگه یه جوری هم صادر کنن، همینجوری بفرستن. مثلا همین افغانستان یه جوری انقلاب رو به اونجا صادرات کردن که الان بعد 20 سال هنوز جاش خوب نشده و از هر دو تا خیابون یه خیابونش محل تجمع گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده است. بعد دیدن خیلی حال میده، شروع کردن به صادرات انقلاب اسلامی به عراق و یمن و سوریه و لبنان که خب اونا هم یه جورایی از مزایای نظام ولایت برخوردار شدن که جای کبودیاش حالا خوب بشو نیست. یه مدتی هم زده بودن تو کار صادرات نظام ولایت به سمت اروپا و اون طرفا. تو رستوران‌های سوئد تیراندازی میشد، تو دانمارک و هلند ترور میشد، تو انگلیس و فرانسه بمب‌گذاری میشد. خلاصه یه وضعیتی. از اون قضايا چند سالی میگذره، اما نظام کماکان به امور صادراتی خودش داره ادامه میده. فقط یه فرق کوچولویی کرده. فرقش هم اینه که علاوه بر تروریست، آقازاده هم صادر میکنه. چجوری؟ الان عرض میکنم خدمتتون. فرزند رئیس جمهور ایران هم یارو شیخ حسن کجاست؟ جان، صادرات شده؟ کجا؟ اتریش؟ بله، بله. فرزند نماینده مجلس ایران کجاست؟ بله، صادرات شده؟ کانادا؟ خب، بله. بعد فرزند مسئولین قوه قضاییه کجا هستن؟ اونا هم صادرات شدن. اون وقت کجا؟ آمریکا؟ آخه. بعد فرزند معاون رئیس جمهور و فرزند وزیر و فرزند رئیس بانک مرکزی و نماینده های مجلس کجان؟ اونا به کجا صادرات شدن؟ یکی فرانسه، یکی استرالیا، یکی سوئیس، چه میدونم. همونطور که ملاحظه میفرمایید صادرات آقازاده ها، ببخشید، نه، صادرات انقلاب تا رسیدن به آرمان های امام راحل همچنان ادامه داره.